از شلمچه و ده ها هزار زائر ایرانی گذرگاهی مرزی بین ایران و عراق و جنرال صدام عبدالشهید رئیس این گذرگاه که میگوید روزانه 20 هزار زائر از این مرز وارد عراق میشوند که اکثر آنها ایرانی هستند و سپس با اتوبوس هایی که قیمت بلیط آن 13 هزار دینار عراقی برابر با تقریبا 10 دلار آمریکاست به شهرهای کربلا و نجف میروند. مراسم اربعین روز شنبه هفته آینده در کربلا برگزار خواهد شد و مشاور فرماندار بصره در امور مذهبی هم میگوید امسال بیش از هر سال دیگری ایرانی از این مرز عبور کرده است. من المتوقع دخول من هذا المنفذ بالذات انتظار میرود امسال بیش از 1 میلیون نفر زائر ایرانی از این گذرگاه وارد عراق شوند. اماکنی برای سکونت این زائران در نظر گرفته شده و به منظور ارائه خدمات بهتر تعداد کامپیوترها و کارمندانمان را دو برابر کردیم. از تقریبا 10 سال پیش تا به حال بیش از 170 نفر بر سر بمب‌گذاری در روزهای آتاسوا و عاشورا در عراق کشته شدند. در ماه محرم امسال نیز علی‌رغم تدابیر امنیتی که دولت عراق اتخاذ کرده بود ده ها نفر بر سر انواع بمب‌گذاری در بغداد کشته شدند. علی نژادی، صدای آمریکا.